داستان دنبالدار بودجه توسعه افغانستان 48% مصرف بودجه توسعه تا 6 روز پیش انتظار هم معجزه آسا نبود تا امروز فقط رسیدن به مصرف 50% امید بود داستان مصرف شدن بودجه توسعه امسال نیز زیاد هم متفاوت از سالهای پار نبود شاید هم کمتر از یک طنز تلخ سیاسی نباشد که نیازمندی توسعه در کشور مانند افغانستان به این حد باشد و اما آمار این چنین اداره حفاظت از محیط زیست با مصرف 0%، وزارت امور داخله با مصرف 3.46%، وزارت دفاع با مصرف 22.69% و وزارت مخابرات با مصرف 24.27% از بودجه توسعه‌شان امسال کمترین مصرف را کردند. ارائه آمار اینچنینی بی پاسخ هم نبود. پروژه‌ای که ما زیر کار داشتیم وارد تکمیل کردیم، پروژه‌ای که کارش ادامه داره با سالهای بعدی بود انتقالی است یعنی با او فیصدی که در اونجا ذکر شده با او فیصدی ما مصرف بالاتر از او داریم گفته شد که صفر نیست یعنی از صفر بالاتر است به هر صورت روی دیگر سکه هم حکایت از تغییر وضعیت مصرف بودجه در شمار از وزارتخانه ها دارد که نباید نادیده گرفته شد از سوی هم اداره عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری با مصرف 95.59%، وزارت امور زنان با مصرف 89.81%، وزارت اقتصاد با مصرف 79.35% و وزارت احیا و انکشاف دهات با مصرف 76.23% بیشترین مصرف از بودجه توسعه‌شان را داشتند. بودجه توسعه سال 1392 145 میلیارد و 794 میلیون و 186359 افغانی بود که از این میان تا کنون 90 میلیارد و 206 میلیون و 176314 افغانی مصرف شده است. توجیه های پشت میزی هم کم نیست. یک وزیر عامل کم مصرف شدن بودجه توسعه‌اش را ساختار داخلی و بروکراسی ادارات می‌داند و وزیر دیگر هم از ناامنی و چگونگی تطبیق برنامه‌ها از منابع خارجی شاکی است. اما نیامدن وزیرانی که بودجه کمتر در وزارت زیر امرشان مصرف شده در این برنامه هم با این پاسخ روبرو شد. جناب وزیر در سفر است، آقای وزیر مریض است، وزیر صاحب گپش را پیشتر گفته. شاید هم بهانه‌جوها در هیچ جا بی بهانه نمانند. به هر حال این سخنان هم قابل تعمق بود و هم قابل پرسش. این باید پارلمان افغانستان به دروسی مورد نظارت قرار بدن و بعد بیان در یک محاکمه کلان سیاسی در اون پارلمان این واحدهای بودجوی را مورد محاکمه سیاسی قرار بدن و بعد آن واحدهای بودجوی که ایجاب بکنه که این را به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند برای بازپرسی بیشتر باید همون واحدهای بودجوی با مراجع عدلی و قضایی و معرفی شوند تا بیشتر تحقیقات بیشتر در موردشان صورت بگیرد. برخی ها هم این نظر را در حد نظر خوب می دانند. اما چند پرسش دارند. اول، چند مسئله دیگر از سوی پارلمان مورد بازپرس قرار گرفت که اکنون نوبت به این رسیده باشد. نمونه اش هم امروز مجلس سنا با حضور کمتر از 50 عضو نشست داشت. دوم، از محاکمه کلان سیاسی سخن زده شد. وزیرانی که متهم به فساد شدند کجا محاکمه شدند که اینها به دلیل کم مصرفی بودجه محاکمه شوند سوم به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند کار معرفی شدگان گذشته به کجا رسید کنون اینها باید معرفی شوند به هر صورت این نظر هم مانند همان توضیح سلاح شد هر وزیری که فرمثال در اینجا بطلبیم پرسان کنیم اگر قناعت بخش باشه خوب از رای بگیر اگر قناعت بخش نباشه همون رو صندوق دیا بانیم یا رخصت کنیم شاید هم با این شورا چنین شود پرسش ها هم کم نیست اما اساسی هایش دلایل اصلی کمتر مصرف شدن بودجه توسعه او و یا هم تغییر و بیشتر شدن مصرف در چیست تا چه حد تطبیق برنامه های توسعه بازخورد خوب را به همراه داشته در نهایت چرا باید مردم نسبت به آینده امیدوار باشند سلام و وقت بخیر بیننده و روایت دیگر با من مسلم شیرزاد از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو هستید. آقایان محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری و ایس احمد برمک وزیر یا و انکشاف دهات جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان با ما هستند. میمونان گرانقدر خوش آمدید. آقای رحیمی با شما آغاز میکنم. دست کم اگر بخوایم
چگونگی مصرف بودجه توسعه‌ای شما را نسبت به سال پار و امسال نگاه کنیم چه را نشان میده؟ تشکر جناب شهزاد صاحب کسی که ما را دعوت دادین و سلام به بیننده های محترم. سال گذشته وزارت زراعت حدود 53% بودجه خود بودجه انکشافی را مصرف کرده بود، اما امسال تا 6 روز گذشته بالاتر از 70% بودجه انکشافی خود وزارت زراعت تا حال مصرف کرده. یعنی یک تفاوت بسیار کلی دیده میشه، افزایش در مصرف بودجه. یعنی تنها افزایش در مصرف فیصدی بودجه نیست، بلکه در خود بودجه هم افزایش به عمل آمده. بودجه سال گذشته ما حدود 116 میلیون دلار بود، اما امسال 143 میلیون دلار است. هم بودجه ما بالا رفته و هم فیصدیش بالا رفته که خبر خوش است. حالا اگر بخوایم مشخصتر آقای وزیر بخوایم بفهمیم، زمانی که سال پار هم مطرح شد، به یاد داریم پیشتر از او شما را مجلس نمایندگان افغانستان خواست و توضیحاتی هم داشتن که گفته شد قناعت بخش نبود. اما میشه امروز بگوین که چه عوامل تاثیرگذار بود بالای اون 53% که بودجه توسعه مصرف شد و امروز که این بودجه در نفسش هم بلند میره و مصرفش هم بلند میشه و به 70% میرسه؟ خب چند فاکتور است، حداقل 4 فاکتور من خدمت شما گفتم ایتانم. اولی که سال مالی افغانستان 3 ماه به عقب رفت، یک فرصت خوبی در زمستان است که ادارات ما بتانند کارهای تدارکاتی، کارهای انجینریک، سروی و دیزاین و بعضی کارهای اداری دیگه تکمیل شود و مجرد که فصل بهار آغاز میشه بتانند که آماده به کار برن. این خودش یک تأثیر را گذاشته. دومی که وزارت زراعت مصرف بودجه خود غیر متمرکز ساخت، یعنی ما صلاحیت های تدارکات به ولایات از مرکز به ولایت انتقال دادیم، آنچه که بودجه که به ولایت تخصیص داده میشه که هم تانست بسیار ما را کمک بکنه. سومی که ما یک کمیته داخلی بودجه ساختیم در داخل وزارت که از مصرف بودجه به صورت بسیار منظم اینا نظارت میکردن در طول سال. و چهارم هم ریفورم اساسی برای رشد ظرفیت 3 اداره مهم ما شد. اول ریاست تدارکات، دوم ریاست مالی و سوم ریاست پلان. هر یکی از اینا پلان میتونه که بسیار پروپوزل ها یعنی پیشنهادات خوبی تکنیکی را ارائه بکنه. ریاست تدارکات به سرعت بتونه کار خود پیش ببره در قسمت تدارکات مطابق قانون و ریاست مالی در امانگی به وزارت مالیه بتونه در پرداخت ها سرعت بده. یعنی تمام عواملی بود که ما را کمک کردیم. سپاسگزارم. آقای انوری، میشه شما در آغاز بگوین که تفاوتی که بین مصرف بودجه توسعه‌ایتان در سال پار و امسال بود چند درصد است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما همچنان سلام تقدیم می‌کنیم برای بیننده‌های عزیز. تفاوت سال پار با امسال در بودجه توسعه ما حدوداً 10% است. ناگفته نمانه که ما سال گذشته حدود بیشتر از 80% مصرف بودجه داشتیم و امسال بالاتر از 70% است. و ما اصلا بودجه انکشافی نداشتیم، نگرفتیم، از خاطر از اینکه وزارت ما یک وزارت پالیسی ساز است. مخصوصا هم از زمانی که من متصدی امور شدم و خواستیم که وزارت کاملا یک وزارت پالیسی ساز باشه تا که باشه که تطبیق کننده دیگه وزارت خانه باشه. و این بودجه هم که ما به شما میگیم بقایا از سالهای قبل بوده که ما یاره تقریبا حالی به مصرف رساندیم. یعنی کاهش یافته نسبت به سال پار؟ بله، نسبت به سال پار حدود 10% ما کاهش داریم. بازم ما بالاتر 70% ما بودجه را مصرف کردیم. شما در جریان هستین که امسال ما پر از سال چالش بوده که همراه یک تعداد افرادی که دسیسه و توطئه بر علیه وزارت ما برای انداخته بودن ما سرگرم از وا بودیم و با وجود از وام با قوت و همکاری همکارای خوب خود ما تانستیم که بودجه را به مصرف رسانیم. حالا زمانی که شما میگین که بیشتر نقش پالیسی ساز را داشتن، این 70% زیر نام بودجه توسعه ای که شما مصرف کردن در چه بخشایی بوده؟ مثلا چه کار انجام دادن؟ خب شما خبر دارین که ما تقریبا 60 تا شهرکا داریم. از جمله 60 تا شهرکایی که هست حدودا 18 تا از یا تقریبا فعال است که در این عودت کننده یا هموطنان عزیز ما که برگشت کردن در اینجا یا بود و باش دارن و زندگی را شروع کردن. خود در اینجا بعضی کارهای زیربنایی از قبیل در بعضی جا دیوارهای استنادی و بعضی سرک ها و بعضی جا هم آب همچه چیزها در اونجا جور شده.
و این پول به اون بخش ها مصرف رسیده. بله. آقای برمک، اول میخوایم بفهمیم طبق معمول که تفاوت بین چگونگی مصرف بودجه توسعه تان از سال پار نسبت به امسال چقدر است؟ از ما بسم الله الرحمن الرحیم، اول پیش از اینکه شروع کنیم سلام خدمت شما و تمام هموطنان خود تقدیم میکنیم و همچنان به وزیرسبایی که در این بحث امروز همراه ما شما هستند. تفاوت ما بین سال گذشته و امسال 20% است. این سال گذشته ما البته رقمی که پیش خود داریم گرچه 71% است، ولی آنچه که در وزارت مالیه ثبت شده او شمور 60% است و دلیلش همی بود که شما میفهمین که سالانه خصوصا بودجه انکشافی حکومت افغانستان از وزارت های سکتوری ما، وزارت زراعت و بعض وزارت های دیگه بیشتر بودجه غیر اختیاری است. این بودجه است که مستقیما از طرف دونرا، البته از طریق وزارت مالیه میاد، جای شک نیست، ولی یک تحت یک سلسله شرایطی است که به اختیار حکومت گذاشته میشه. در اونجا مثلا در حدود 71 میلیون دلار بود که اصلا پول فیزیکی وجود نداشت و او قبلا از طریق کابینه فیصله شده بود که باید از بودجه کشیده شود و پارلمان امور منظور کرد و بعدا خود پارلمان دوباره پس رو وارد سقف بودجه ما ساخت، بنان مصرف ما را کور پس دوباره وارد ساختن و دلایل خود داشتن که باید تیر وزارت مالیه پول پیدا میکرد یا وزارت سکتوری. بر صورتش حالا سر از بحث نمیکنیم، ولی امو بود که مصرف ما از 71 پس رفت به چون سقف بالا رفت و به چیز به 60% آمد. امسال هم به می شکل است. حالا فعلا ما در 80% هستیم، آخرین ارقامی که از وزارت مالیه داریم، ولی ما تقریبا در حدود 13 میلیون دلار بود که در وسط سال، یعنی تقریبا از وسط سال می طرفتر به اختیار ما از طرف وزارت مالیه گذاشته شد که در این روزهای آخر مرحله تدارکاتی ازی و قراردادش امضا شده. این حال تقریبا 25 میلیون دلار دیگه است که برای ما عملا دونان را تعهد کرده بودن و اختیار ما گذاشته نشده بود. سرجم بودجه ما مثلا به حساب فعلا سقفش است 399 میلیون، تقریبا 400 میلیون دلار است. از این 400 میلیون دلار اگر ما 25 میلیون شو باز منفی کنم، چون بودجه غیر اختیاری است به اختیار ما گذاشته نشده، حتی سقف مصرفی ما همین فیصدی مصرف ما حتی تا به 85-86% میرسه. اینی تفاوت است که بین سال پار و امسال وجود داره. بله، البته یک نکته باید یادآور شوم که این برنامه مختص هست به چگونگی مصرف بودجه توسعه و سوالهای در محور آن، نه بیشتر از آن. آقای دایمی، یک موضوعی که بیشتر در مورد وزارت شما عنوان میشه و از گاه هم گفته میشه که خوب افغانستان یک کشور زراعتی است و صنعت در واقع کشاورزی میتونه که زمینه ساز رشد و اقتصاد پایدار را مساعد بسازه. پولی را که شما زیر نام بودجه توسعه به مصرف رساندن و امروز از درصدیش نام میبرین در کدام بخشا بوده و نتیجه چی است؟ سوال بسیار خوبی است. بسیار کوتاه خدمتتان عرض میکنم. در این سال، یعنی 12 ماه گذشته، ما اضافه از 11,000 باغهای جدید میوه‌جات ایجاد کردیم در ولایت مختلف، در 19 ولایت افغانستان، که واضحاً بعد از 4 سال 5 سال دستاورد عظیمی را برای دیهاقین و در مجموع برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت. ما اضافه از 20,000 تن تخم اصلاح شده بذری و کود کیمیایی به دیهاقین در 34 ولایت افغانستان توزیع کردیم. ما یک سری 37 پروژه متوسط آبیاری را تکمیل کردیم، یعنی سیستم های آبیاری را عصری ساختیم، از ضایعات آب جلوگیری شد و آب منبع اساسی برای رشد زراعت است. ما اضافه از 120 سبزخانه یا گرین هاوس که در 12 ماه سال بتونه دیهاقین در اون سبزیجات تولید بکنه تکمیل کردیم. ما کار 5700 فارم کوچک مرغ پروری را آغاز کردیم که از جمله 700 تکمیل شده و دیگرهای زیر کار است. ما دو مرکز پروسس شیر کارش عملا زیر کار گرفتیم و قسمت بسیار زیادش هم تکمیل شده. ما دو فابریکه تولید خوراکی حیوانی را کارش پیش میبریم که هنوز تکمیل نشده. 8 سردخانه بزرگ ما قراردادش امضا کردیم، کارش عملا آغاز شده که ظرفیت 40,000 تن میوه و سبزی را خواهد داشت که یک قدم بسیار عظیمی در اقتصاد افغانستان خواهد بود. ما 135 فارم تولید عسل ایجاد کردیم در داخل افغانستان. ما 350 ذخیره‌گاه کچالو و پیاز در افغانستان تکمیل کردیم که یک به ظرفیت 20 تن است. ما 70 کلینیک حیوانی را در 31 ولایت افغانستان تکمیل کردیم کارش. 80 میلیون دلار قرض را در اختیار دیهاقین و شرکت‌های زراعتی. فقط نمونه های از کارهای ما است. اگر ما لیست طویل بخوانیم شاید که از وسیله از پروگرام بیرون باشه. حالا در یک مورد خاص، چون این نمیشه به عنوان یک نمونی بخش از کار شما عنوان کرد،
شما از توزیع تخم‌های بذری اصلاح شده نام بردن. ما به یاد دارم در سال‌های پار در چند مورد که دهقین آمدن شکایت کردن نسبت به کم کیفیت بودن یا نتیجه ده نبودن این تخم‌های بذری. مشکل در کجا بود؟ مشکلی بود که امی کار متمرکز نبود تحت اشراف وزارت زراعت. یعنی یک تعداد NGO‌ها، PRT‌ها و غیره نهادهای غیر دولتی هم تخم‌های بذری را توزیع می‌کردند که کیفیتش اونا تصدیق نمی‌گرفتن از وزارت زراعت. اما حال هر کیلوگرم تخم بذری که در افغانستان تولید میشه و توزیع میشه از کنترل وزارت زراعت می‌گذره. لابراتوارها در تمام زون‌ها وجود داره. تا زمانی که سرتیفیکیت و تصدیق وزارت زراعت نباشه هیچ نهاد اجازه نداره که تخم‌های بذری را توزیع بکنه. انشالله ما امیدوار هستیم که این مشکل رفع شده باشه. از ناوقت رسیدن تخم‌ها دیگه مشکل بود که همیشه میگفتن امسال الحمدلله به وقت و زمان رسید، چون که ما امو غیر متمرکز ساختن تدارکات عملی کردیم. تمام ولایات پول در شروع سال در اختیارشان قرار میگیره و قراردادهای خود پیش بردن، امسال به وقت زمانش توزیع شد. آقای وزیر یک سوال دیگر، چند سال از شما به عنوان وزیر زراعت افغانستان ایفای وظیفه میکنید؟ 5 سال. 5 سال بالاتر. حالا اگر به عنوان یک شهروند دست کم بخوایم بپرسیم و افغانستان هم به عنوان یک کشور زراعتی، آیا واقعا فکر میکنید کاری که صورت گرفته است ملموس بوده و میشه گفت که کار بوده است که امروز نتیجه تغییر را میشه دید؟ عملا افغانستان امروز صادراتش در ممالک مختلف افغانستان آغاز شده. تنها امسال با اساس ارقامی که ما از اتاقهای تجارت افغانستان گرفتیم حدود 200 هزار تن پیاز و کچالو تنها به هندوستان صادر شده. به 100 تن کشمش حالا به روسیه و به اروپا صادر میشه. میوه‌جات افغانستان به قزاقستان، آسیای میانه، کویت، امارات متحده عربی، هندوستان و پاکستان خوب همیشه یک محل بوده که به صورت عنعنوی صادر میشده. این همه دستاوردهای بسیار بزرگی است. امروز میوه‌جات افغانستان الحمدلله از کیفیت بهتر برخوردار است. تولید گندم در حدود 30% بالا رفته در داخل افغانستان. همین قسم تولیدات مختلف حتی حال شما میبینید در داخل بده زمستان هم شما سبزیجات از جلال آباد به کابل میبینید. این تمام سبزخانه ها و گرین هاوس هایی است که وزارت زراعت اینا ساخته. یعنی ما در یک راستای انکشاف عملی و عینی قرار گرفتیم. اما شما میپذیرین که هنوز هم اگر شما بر بازارهای سبزی فروشی و میوه فروشی برن هنوز هم میتونن میوه‌جات و سبزیجات کشورهای مختلف را ببینن؟ سبزیجات کمتر، میوه‌جات ممکن، اما این تجارت آزاد است، نیاز برش نیست که از بیرون بیاد، اما متاسفانه تجارت هنوز هم وارد میکنن که باید جلوگیری شود. باید جلوگیری شود؟ حتما باید جلوگیری شود. یا زمین سازی شود تا رشد بکنه این ما هستیم که نیاز برش نداریم. سیب از افغانستان است، انار از افغانستان وجود داره. خب ما اگر کیله تولید نداریم یا مثلا میوه‌جات سیتروزی کمتر داریم، سیتروز خب ما انشالله مالتا و کینو و گپارا تا 4-5 سال دیگه در افغانستان مکمل تولید خواهد کرد. خب یک تعداد میوه‌جات فصلی است که در افغانستان باید بیاید، ما او رو تولید کرده نمیتونیم، اقلیم ما برای اون مناسب نیست. ده. اما او چیزی که اقلیم مناسب است ما مطمئن هستیم که در این زمینه باید یک سلسله تدابیر گرفته شود. آقای وزیر، شما پیش از این از توطئه در برابر خودتان هم صحبت کردن، ولی نمیخواییم به اون بیشتر بپردازیم. سوال می است که واقعا شما فکر میکنید که کار را در حد پالیسی سازی و زیر نام بودجه یا پول را که به مصرف رساندین شما در خور توجه بوده؟ یعنی شما تانستن برای کسایی که هم در درون افغانستان از جاهای مختلف عودت میکنن و جاهای دیگه جاگزین میشن زمین سازی زندگی بهتر بکنن و هم برای کسایی که از بیرون از افغانستان وارد کشور میشن؟ ما به این خیلی خود راضی میدانم و خوش میدانم از خاطر از اینکه بعضی پالیسی ها استراتژی که سابق نبوده باز ما تانستیم که با کمک همکارای ملی و بین المللی خود با کمک بعضی وزارتخانه در اینجا مثالش آقای برمک داده میتونیم که همراه ما همکاری کردن تانستیم که اولا یک استراتژی منطقوی رای حل ها برای مهاجرین افغان که چگونه در کشورهای میزبان باشن ما برای از وا چگونه کمک کنیم و کسایی که بر میگردن چگونه یاره اسکان بتیم، ادغام کنیم، بالاخره کاریابی شود. این پالیسی را ساختیم، اما پالیسی خودش در روی کاغذ کاری را کرده نمیتونه. بعد از این پالیسی را جنبه تطبیقی از ایره دیدیم که جنبه تطبیقی از ایره ما نمیتونیم که من حیث یک وزارت
ایره از عهده تمام کارا برایم. وقتی که متوجه شدیم ما دیدیم که با 13 تا حداقل 13 تا وزارتخانه باید اینوالو باشه. همین بود که با 13 تا وزارتخانه ما تفاهم‌نامه همکاری را امضا کردیم. من جمله همین دو تا وزیر صاحب که در اینجا هستن، امرای ازیا و وزارت محترم سیاتاما، وزارت محترم معارف، وزارت محترم تحصیلات عالی، حتی با وزارت محترم حج اوقاف، هر کدام از یا وقتی که افغانای ما آبرومندانه و داوطلبانه با وطن خود بر میگردن و در جاهای اصلیشان متوطن میشن، یا باید عرضه خدمات اساسی و بشری بر از یا باید انجام بتن. از این خاطرم بود که ما حال سیاستی که یا پالیسی که سابق بود که باید توجه به شهرک ها شود، حال زیادتر به دیهات و قریجات انجام میتیم. از خاطر از اینکه در بعضی مناطق شهرک هایی که ما داریم یا وزارت محترم زراعت او را به ما دادن تقریبا 30-20 کیلومتر از شهر دور هستند و هیچ گونه خدمات اساسی زیربنایی در اونجا موجود نیست. مثلا ولسوالی انخوی اگر ما مثال بتیم، 60 متر اگر زمین هپر شوه بازم آبی میته که حتی حیوانات از او استفاده نمیکنه، تا چرا رسه به انسان ها. پس دیدیم که دهی استراتیجی منطقوی که به شمول 3 کشور همسایه با کمیشنری ما ایر جور کردیم، باید زیادتر توجه ما باید در دیهات و قریجا شود. اقلا یک اساسات اولیه زندگی در اونجا موجود است. در این نگاه ما خود راضی میدانم، اما یک راهکاری است که برای کسایی که بعد از ما میآید. و همچنان یک موضوع بسیار عمده بشری مخصوصا در فصل زمستان مسئله خیمه‌نشینی و اینمی بیجاشدهای داخلی بود که ما تانستیم بالاخره امیرم به کمک ما قدردانی میکنیم از آقای برمک که همراه ما زیاد هم کاری کردن و سایر سازمان های ملی و بین المللی، بعد کمک از یا تانستیم که این پالیسی را بسازیم. اون دو هفته قبل هم فضل خدا از کابینه افغانستان تصویب شد، این هم در منصه اجرا و تطبیق قرار داره. پالیسی را شما تازه ساختن؟ بله. پیش از این بر اساس چه کار میکردن؟ خب پیش از فقط متکی بودیم به کمک های بشر دوستانه ای که چند تا خیمه بتیم و چند تا کمپل بتیم. بدون هیچ پالیسی؟ بدون پالیسی. آقای وزیر، حالا به یک ذره مشخص سر میپذیرین که کار را که شما بدون پالیسی تا اکنون انجام دادن نتیجه در پی نداشته؟ خب مثلا همین روز هم نماینده های مردم نسبت به چگونگی اسکان مجدد این بیجاشدگان صحبت کردن و گفتن از شما باید پاسخگو باشین برش. ببینین این یک موزل بشری است. یک موزل دهی موزل بشری تمام اخشار جامعه دهی باید رول خود داشته باشند. نه تنها یک وزارتخانه یا حکومت، بلکه تمام دولت، جمع ملت باید همراهی ازی باید همکاری بکنه تا بتانیم که به این موزل بشری باید ما پاسخگوی باشیم. که تا کنون چنین نبوده؟ خب بوده. ما نمیگیم که در گذشته هیچ کاری نشده. گفتیم که در گذشته کارهایی که زیادتر صورت گرفت روی کارهای روبینایی بوده، نه کارهای زیربینایی. بله. آقای برمک، جالب هست. خوب اینجا تازه پالیسی هم ساخته شده در همانگی با شما. در مورد وزارت انکشاف احیا و انکشاف دولت افغانستان که سالهای پار در مورد سر و صدای زیاد بلند میشد، از پروژه های مختلف تطبیق میشد، به ویژه پروژه همبستگی ملی و پروژه های دیگه. حالا در مورد سال پار اگر بخوایم بفهمیم، پیش از این که وارد شوین به جزئیات برنامه های آینده، این پول را که شما به مصرف رساندین در کدام بخشا بود و بزرگترین پروژه ها در کجاها تطبیق شد و نتیجه چی بوده؟ تشکر. برنامه های وزارت انکشاف دهات کلش برنامه ملی است، یعنی از طریق هر برنامه باید ما کوشش کنیم که تمام ولایت افغانستان زیر پوشش باشه، چون قریجات است، ولسوالی ها هست. برنامه همبستگی ملی که بزرگترین برنامه ملی حکومت افغانستان است برای توسعه دهات افغانستان، این برنامه قسمی دیزاین شده که همین خود تمرکز برنامه سر مردم است و سر قریه است، یعنی از قریه شروع میشه کار برنامه، پس به قریه ختم میشه. یک سایکل یا یک دوران بسیار سیستماتیک برای برنامه دیزاین شده که نیازمندی های مردم از طریق یک پروسه بسیج موبیلایزیشن اجتماعی مردم آماده میشن، آهسته آهسته میرن به طرف انتخابات. دست قریه قریه انتخابات میشه، مردم نمایندهشون که انتخاب شد، بعد از او باز وزارت انکشاف دهات با کمک های تکنیکی اینمی اعضای شورا را ظرفیت سازی میکنن برایشان. یعنی یک مرحله آموزشی تقریبا 3 ماه تا 4 ماه است که موضوعات مختلف از
از مسائل خشونت گرفته تا به رفع خشونت تا حل منازعات در سطح قریه تا بحث پروژه انکشافی پلانگذاری پروژه انکشافی نیازسنجی ها در سطح یک قریه یا به طور مثال اولویت‌بندی‌هاش در سطح قریه در سکتورهای مختلف در رشد سکتور مثلا خدمات اجتماعی در بحث زیربناها در بحث به طور مثال پروژه‌ای که بتونه باعث پیشرفت فرهنگی در سطح قریه و دیه شوه و امثال ازی تمام نیازمندی‌های توسعه‌ای در سطح قریه بر خود مردم میتودها و روش‌هاش تدریس میشه عملا آموزش داده میشه بعد از اون وقتی که مردم از یک مرحله آموزشی شورا میگذره باز برشان چانس ازی داده میشه که خودشان بشینن آنچه که آموختن با آموختهاشون برن به طرف برنامه‌ریزی و پلانگذاری پلان انکشافی قریه ساخته میشه و در این پلان انکشافی تمام نیازمندی‌های انکشافی یا توسعه قریه در این تسجیل میشه در این پلان انکشافی بعد از اون پلان انکشافی چون حکومت یا وزارت انکشافیات یک بودجه به نام بودجه انکشافی قریه است یا بلاک گرانت میگنیده این وقت این به اساس نفوسی که در قریه تثبیت میشه در جریان مراحل اول سروی که در قریه چه تعداد نفوس است و بالاخره سرک داره پل داره و یا مثلا مکتب داره کلینیک داره تمام چیزش گرفته در نظر گرفته میشه بعد تناسب نفوس بودجه انکشافی قریه تعیین میشه به طور مثال یک فامیل در یک قریه که زندگی میکنه 200 دلار آمریکایی یا 10000 افغانی بر ازی تخصیص داده شده یک کرایتریا یک معیار است اینا اگه شما در یک قریه 200 فامیل سروی کنید پیدا شوه اینا مستحق 40000 دلار یا معادل زو به افغانی میشن اما تو اگر 300 فامیل باشه ای به 60000 دلار میشه یا معادلش به افغانی و اگر بالاتر هم بود باز می 60000 دلار یک بودجه انکشافی است که به قریه از طریق برنامه همبستگی ملی باز برای تخصیص داده میشه آنچه که مردم انجام میتن با استفاده از این پلان انکشافی که ساختن باز یک پروژه که بسیار زیاد از جمله اولویت‌های عمده‌شان است بازی را تعیین میکنن و البته با تناسب مقدار بودجه با سهم مردمی هم 10% است خب این را در کجا ها انجام دادن و چقدر پول به مصرف رسید اینمی برنامه با اینمی روش در 34 ولایت افغانستان تا فعلا در 33000 قریه رسیدیم اما نزدیک به تقریبا در حدود نزدیک به 40000 قریه 39000 است که تحت پوش قرار داد آمده که آهسته آهسته در می سال یک پیشروی است اینا کلش زیر پوش میه یعنی به این مفهوم که تا فعلا برنامه همبستگی ملی تقریبا گفته میتونم که ما پوش ما تا 90 بالاتر از 90% رسیده یک تعداد قریه هایی که تا فعلا از زیر پوش آمده دلیلشان دلایل مختلف است یا دور سبل بودن است بسیار زیاد سبل بودن و برای ما گرچه یک دلیل بسیار چی نیست قوی نیست اما جایی که ناامن است ما کارمندان ما دسترسی ندارن باز متاسفانه در اونجا ما کوشش کردیم که از راه های مختلف با استراتژی های مختلف داخل منطقه شیم اما اوایی که باقی ماندن فقط یعنی جایی است که خرجات متاسفانه در اونجا دسترسی برش وجود نداره یعنی برنامه در طول تقریبا 10 سال گذشته 33000 قریه را عملا تحت پوش قرار داده و عملا کار در اونجا شروع شده باز تقریبا بودجه که مصرف شده در حدود 1.5 فعلا فکر میکنم که در حدود 1.5 بالاتر از 1.5 میلیارد دلار به خرجات روان شده ارسال شده به حساب‌های بانکیشان و تعداد پروژه‌ای که از طریق برنامه همبستگی ملی تا فعلا به تمویل رسیده تطبیق شده و تکمیل شده 80000 پروژه است اینمی مبلغی که پول من خدمت شما گفتم و در برابر این تعداد پروژه در سر تا سر افغانستان تطبیق شده و تمویل شده و دولت تکمیل شده آقای وزیر در حاشیه این صحبت های در مورد چگونگی مصرف بودجه توسعه چند نمونه را میخوایم براتون بگیم یک ولایت را نمونه براتون میگم که نه در اونجا ناامنی وجود داره نه سهل العبور است و جز از ولایت درجه یکم است یک پروژه را شما تطبیق کردن آبرسانی حدودا 60000 دلار تخصیص داده شده بود درش و شورای انکشافی روستا برش میگن نامه که شما دارید که برش گذاشتن از طریق از اونها به مصرف رسید اول شفافیت لازم را از سوی شما را از مردم گفته میشه در چگونه این مصرفش وجود نداشت دوم این برنامه که تطبیق شده دیگر اکنون آبرسانی بوده آب وجود نداره و هیچ گونه همون ساخت و سازی که شده بوده وجود نداره یک دوم در یک از روستاهای دیگر شما سرک را تطبیق کردن که هیچ گونه کارآمدی نداشته یعنی به این معنا که جغل اندازی صورت گرفته است به اون شکلش که باشه نه دوباره پس از چند روز تخریب شده و یک پروژه دیگه ای را که یک ساختمان بوده شما انجام دادن او هم کیفیت لازم را نداشته و پس از چند تخریب شده ما خدمت شما باید بگم وقتی که شما از 80000 تا 85000 پروژه این خود تنها برنامه همبستگی ملی بود که من خدمت شما چند نمونه بود دیگه چند نمونه اینا
کل در مجموع وزارت در طول 10 سال گذشته یعنی بیشتر از 80000 پروژه را تطبیق کرده در سکتورهای مختلف. پل بوده، پلچک بوده، به طور مثال دیوارهای استنادی بوده، سیستم‌های آبیاری کوچک بوده، سیستم‌های آبرسانی برای تیاب و شومدینی برای دهات بوده و به می ترتیب برق رسانی در دهات بوده. امروز شما وقتی که از کابل برین یک بار در ولایت شما به ولایت سفر کنین، به ولسوالی‌ها و قریه‌ها برین، شاید در کابل یکان دفعه برقا پرچه‌ای داشته باشه، اما قریه‌ها در افغانستان مشخص‌تر مثال بود. پروژه را که شما گفتین، اول ما خو همیشه انتقاد پذیر هستیم، دیگه هیچ کدام من کدام تردید و شک هم ندارم. اگر یک پروژه 60000 دلار سرش مصرف شده باشه، شما اسناد داشته باشین که او پروژه کدام مسئولیت نداشته و پروژه تطبیق شده و بالاخره آبی وجود نداره، ما مسئولیتش رو میگیریم با یک بازرسی شه، پرسان شه، ولی گنگ گفته نمیتونیم که این کدام پروژه در کدام قریه در کدام ولسوالی. گنگ نمیگویم من براتون، خب مشخص میتونم اگر شما خواسته باشین همین لحظه براتون مینویسم. یعنی اگر باز شما برام بنویسین، ما بر شما تا دو روز دیگه گزارش بر شما میدیم. مطمئن هستین؟ بله. و میپذیرین هم که حتی در ولایتی که امنیت لازم بوده چون مشکل وجود داره. اگر ولایت شما برام بگین، اصلا ما بای باور هستم که او یک پروژه او هم در ولایتی که امن باشه، در روز دسترسی وجود داشته باشه، نظارت باشه، او خیلی پذیرفتنه. ما در ولایتی که ناامن بوده، ما در اونجا پروژه خود نظارت کردیم، کیفیت پروژه خوب بوده. میمونه مسئله سرک، سرکا خو اتر سرکا به شکل میاری که بگیم که بشک پختکاری شده واسه همین جغل اندازی درست همین سرکایی که جغل اندازی شده در تقریبا در حدود 30000 کیلومتر سرک در طول همین 10 سال گذشته ساخته شده. ما سر یک دسترسی ابتدایی یا به نام بیسیک اکسس میگن سر زو گپ میزنیم. ما هنوز در بحث پخته یعنی به شکل پختکاری یا اساسی که سرکا ساخته شوه، بله بدون شک چنین چیزی را هیچ کس توقع هم نداره. پای وزیر همون جغل اندازی شده. بله 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 جغل اندازی. البته در چند سالی که گذشت از طرح خودبسندگی گندم در افغانستان صحبت میشه، اما کارش به کجا رسید؟ پس از میان برنامه کوتاه آقای رحیمی پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید. بیننده بر روایت دیگر از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو هستید. وزیر زراعت، وزیر ماجین و وزیر ایام انکشاف دهات افغانستان با ما هستند. آقای رحیمی، چند سال هست که در مورد چگونگی خودبسندگی افغانستان از ناحیه گندم صحبت میشه و هر از گاهی عنوان میشه حتی از طرف وزارت شما یا نهادهای مختلف. کارش به کجا رسید؟ آیا کدام آمار دارن؟ در سال 2002 تولید گندم در افغانستان 2.6 میلیون تن بود و سال گذشته 5.3 میلیون تن گندم تولید شده. نیازمندی ما نظر به احصای نفوس افغانستان 5.7 میلیون تن است، یعنی ما حدود 400000 تن کمبود داریم، هنوز هم کسر داریم. اما خب همزمان با تزاید نفوس نیازمندی به گندم هم بیشتر شده میره در افغانستان. با پوزش آقای وزیر، 6.3 نیاز بوده و 5.7 تولید چنین چیزی؟ 5.3 تولید شده، 5.7 نیاز بوده، 400000 تن کمبود است هنوز هم در افغانستان. او قدر زیاد نیست. اگر ما تنها ضایعات بعد از رفع حاصل کنترل کنیم یام پورا میشه. اما خوشبختی در این است که در مجموع در تمام ساحات و شمول تولید گندم در افغانستان یک پیشرفت وجود داره. تمام ساحه تحت آب، زمین های تحت آب در افغانستان در سال 2002 1.2 میلیون هکتار بود، اما سال گذشته احصای ما نشان میده که بالاتر از 2 میلیون هکتار شده، یعنی حدود 800000 هکتار زمین جدید زیر آب آمده. البته کوشش های وزارت زراعت، وزارت انکشاف دهات، انرژی و آب همه در این راستا همکاری کرده صورت شده. همچنان در تولید برنج ما در سال 2002 250000 تن برنج تولید داشتیم، اما سال گذشته 540000 تن برنج تولید داریم، یعنی تقریبا دو برابر هم بالاتر شده تولید برنج در افغانستان. همین قسم جواری، همین قسم نباتات دیگر خدمت شما بگویم، مثلا زعفران ما اضافه از 400 کیلوگرم تولید زعفران در سال 2002 داشتیم تنها در ولایت هرات. امسال تنها 4000 کیلوگرم به خارج صادر شده. در 25 ولایت افغانستان وزارت زراعت ترویج کرده، امیدوار هستیم که سیر سعودی را در سالهای آینده بپیمایه. مثلا ما بادام 19000 تن تولید داشتیم سال 2002، اما سال گذشته 59000 تن بادام در افغانستان تولید شده. همین قسم انگور 360000 تن تولید بود، اما سال گذشته 650000 تن تولید است. یعنی در هر ساحه‌ای که ما برای خدمت شما برز برسانم، در هر ساحه تولیدات ما بلند رفته. ساحه باغداری 75000 هکتار زمین بود، ساحه باغی افغانستان سال گذشته به 120000 هکتار بالا رفته.
امیدوار هستیم تا 5 سال آینده به 150 هزار هکتار صاحب باغداری افغانستان با می سرعتی که ما پیش میریم، همین این سال 10 هزار جریب باغ جدید و هر سال اگر ما 10 هزار جریب باغ جدید ایجاد بکنیم در افغانستان، ما فکر میکنیم که آقای وزیر چند سوال است، ما میخوایم مشخصا هم جواب بدین برش. اولی که شما زمانی که از بلند رفتن تولید گندم، برنج و همچنان فراورده های زراعتی دیگر نام میبرن، یک سوال در ذهن ایجاد میشه که مسئولیت بازاریابیش و مسئولیت چگونگی از اینکه شما در هر دکان در هر جای شما برن و اونجا برنج پاکستانی و ایندی باشه و یا هم جای هم هارد فلان کشور آسیای میانه، به عهده کی است که شکل بده به گونه‌ای که از تولیدات داخلی استفاده شوه و چون این چیز رو شما در همه جا میبینید؟ خب حالا مثلا برنج از پاکستان به افغانستان وارد میشه، اما همزمان از ولایت قندوز به تاجیکستان صادر میشه. کچالو ممکن چند وقت بعد وارد شود از پاکستان وقتی فصل در پاکستان یعنی کچالو تولیدش آغاز میشه، اما حال کچالوی ما به تاجیکستان هم میره، به ازبکستان هم میره، به ترکمنستان هم صادر میشه. یعنی همزمان میتونه یک کشور در یک محصول هم وارد کننده باشه و هم صادر کننده باشه. شما آمار دارن؟ بله آمارش وجود داره. چگونه است؟ مثلا در مورد گندم، در مورد گندم خب صادرات هم ممکن از ولایت های مرزی به بعضی نقاط از پاکستان، بعضی نقاط از ایران، از افغانستان در اون وقتی که رفع حاصل میشه نرخ تفاوت نرخ باعث ازی شود که از نوار مرز ما بیرون افغانستان صادر شود. اما در مجموع گندم البته او قدر زیاد ارزش بازاری نداره که بتانه او راه های دور صادر شده بتانه، اما میوه‌جات با ارزش ما به صورت یقین که در تمام ممالک همسایه صادر میشه. آقای وزیر، پیش از این که به عنوان سوال آخر در برنامه‌های آیندی شما را بفهمیم، می‌خوایم بفهمیم که مردم هم می‌خواین بفهمن که چه چالش‌هایی را شما باهاش روبرو هستن برای تطبیق برنامه‌هایتون. ما سه هدف عمده را پیگیری می‌کنیم. اول مسئولیت غذایی را ما پیگیری می‌کنیم در افغانستان و دوم رشد اقتصادی و سوم اشتغال زایی یا ایجاد فرصت های کاری را. در عرصه ساحی ازی نیاز به زمان است، نیاز به سرمایه گذاری های عظیمی است که باید صورت بگیره. اول سرمایه گذاری اساسی در طول 10 سال گذشته در ساحی زراعت صورت نگرفته. یعنی ما نیاز داریم که بین 800 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار سالانه در زراعت افغانستان در آبیاری، در مالداری و در زراعت در مجموع سرمایه گذاری صورت بگیره تا اینکه ما بتونیم در ظرف 5 تا 10 سال آینده افغانستان واقعا من از یک کشور صادر کننده، تولید کننده مواد زراعتی در منطقه تبدیل بکنیم. یک نیازمندی عظیمی است. منابع بشری یک نیازمندی بزرگ است. ما بتانیم باید دکترا، تعداد زیادی از کسایی که دکترا گرفتن، ماستری گرفتن در ساحات مختلف ساینس و علم زراعت، اینا در وزارت زراعت در لابراتوارهای بزرگ تحقیقاتی وزارت زراعت باید کار بکنن. یه همه چالش هایی است که در زمان جواب وزیر خواهد داد. آقای برمک، در پهلوی از او از بخش از پروژه های شما گفته میشه که با مشکل بودجه ای مواجه شدن، به ویژه برنامه هایی که از بیرون از افغانستان به ویژه توسط آمریکایی ها تمویل میشن پس از همون تنش هایی که در بین و یا هم کشیدگی هایی که در واقع در مورد چگونگی توافقنامه امنیتی به وجود آمده، چقدر دقیق است؟ برای سال پیشوری داریم، سال مالی سال 1393 اتو کدام مشکل بسیار جدی را من امروز جوبری نیستم. تقریبا در حدود 454 میلیون دلار که ما تقاضا کرده بودیم که هم از که بیشترش بودجه غیر اختیاری است، این از طرف جامعه بین المللی کمک میشه، یک تقریبا با 1% بسیار کم 444 میلیون دلار از او منظور شده و فعلا بودجه خود شورا زیر بحث است و قوی ترین کمک کننده ما برای امسال و 3 سال گذشته ایالات متحده آمریکا بوده و حال هم است و تا دو سه سال آینده هم اونا تعهد کردن که کمک میکنن. صرف یکی از برنامه ما که برنامه انکشاف منطقه‌ای ماست، در اونجا همراه اداره انکشافی آمریکا ما سر یک برنامه چیز کردیم، کار کردیم، تقریبا یک برنامه 70 میلیون دلاری بود که کارش هم تقریبا نهایی شد. در ماه نوامبر باید برنامه کارش عملا آغاز میشد. تقریبا حدود 80 هزار پروژه پلان شده بود که باید در سر تا سر افغانستان که حتی یک بدیل، یک گزینه بود برای
برای پیارتی ها، پیارتی ها چون از ولایت برآمدن، ما هم روی امریکایی ها صحبت ها را داشتیم و اونا موافقه کردن، گفتن خوب است که این برنامه تا 70 میلیون دلار دیزاین شد و بس کار شروع شد، که متاسفانه دمی ماه نوامبر بود که برنامه باید شروع میشد، اونا آمدن گفتن که ما را خبر دادن که ما متاسف هستیم کار امی برنامه کار شروع نمیشه و سلسله دلایل پیش خودشان داشتن که به نظر ما و دلایلشان قدر دلایل قوی هم نبود. باز بالاخره ما تقریبا بعد از 2 ساعت بس حالا پس دوباره موافقه کردن که ما شاید با یک مقدار کمتر و برنامه این شاید داود 20 میلیون یا بالاتر از او برنامه را کارش شروع کنن. دیگر دغیر از او تعهداتی که سالهای گذشته در این وقت سال بر ما از طرف کشورهای تامین کننده صورت می گرفت بر سال بعدی، البته ما یک بخش از بودجه ما بودجه خارجی بود مکمل که از طریق سازمان ملل متحد به اختیار یکی از برنامه ما گذاشته می شد. متاسفانه امسال او مزه نیست، اما علاقمندی و دلچسپی امسال با او تو یک شدتی که سالهای گذشته بود امسال وجود نداره. اینی خودش نشان میده که حتما امی حالت جو سیاسی موجوده حتما سر از اونا سر رویشان تاثیر خود داشته. امیدوار هستیم که مشکلات حل بشه. آقای انوری، پیش از این که به برنامه های آیدیتان بپردازیم، چه چالش هایی را شما برای تطبیق برنامه هایتان دست کم در سال پار با او مواجه بوده؟ ما هم چالش های ملی داریم هم بین المللی داریم. چالش های ملی ما همانا کمبود امنیت است. البته نمیگیم که تماما بی امنیتی است، در بعضی جایا فقدان امنیت است یا بد امنی است یا کم امنی است. یکی از چالش هاست و چالش بسیار عمده دیگه عبارت از بیکاری است. این دو پدیده یکی از چالش های خطرناک است که در مقابل ما قرار داره. البته ما در این راستا هم کارهایی را انجام دادیم. ما سفری داشتیم که به کشور عربستان سعودی در یک ماه قبل، در اونجا عربستان سعودی از قرضه های طویل المدت بدون تکتانه در کنفرانس توکیو 200 میلیون دلار وعده کمک به افغانستان کرده بود که از جمله تقریبا 80 میلیون از او گرفته شده، 120 میلیون دلار از ایران می خواهیم که در این راستا عطف توجه کردیم و در این راستا انتقال بتیم. تا اندازه توافق مقامات عربستان سعودی گرفته شده، وزارت ما همراه وزارت محترم مالیه و شهرسازی در این راستا کار میکنیم. امیدوار هستیم که این به تحقق پیدا بکنه و این چالش های بیکاری را تا اندازه بتانیم که توسط این قرضه های طویل المدت تا اندازه رفع کنیم. البته با کمک وزارت خانه های سکتوری زیرفتی که پیشتر ما برشان گفتیم تفاهم‌نامه امضا کرد. و چالش های بین المللی ما شما میدانید که در جنوب آسیا همان کشورهای عربی که دچار بحران شدند، در اونجا اکثرا مردم های از و مثل ما به مهاجرت ها رو آوردن، امیال از سوریه را اگر مثال بتیم خاورمیانه 6.5 میلیون سوری ها در دنیا امیالی متواری و مهاجر هستند. و موضوع افغانستان و کمک های بشری که از طریق کمیشنری و سایر ارگان ها در قسمت مهاجرین می شد و این را تحت شعاع قرار داده و این چالش های بین المللی. سپاسگزارم. حالا در نهایت چیزهای زیاده در مورد چگونگی عملکرد این وزارتخانه ها با ویژه در مورد چگونگی تطبیق برنامه های توسعه مطرح شد، اما گپ های زیاد دیگه هم وجود دارد که در برنامه های دیگر برش پرداخت خواهد شد، چون این برنامه تنها مختص به چگونگی مصرف بودجه توسعه‌ای و سوال‌های در محور آن متمرکز بود. سوال آخر این هست که چه برنامه‌های این سه وزارتخانه برای سال مالی جدید پیش رو دارن و چرا باید مردم امیدوار باشند؟ آقای ریمی. خب ما برنامه‌های خود همین برنامه‌هایی که سال گذشته داشتیم یک تعداد از اینا رو ما ادامه میدیم. مثلا سردخانه‌ها باید سال تا آخر سال آینده قسمت اعظم کارایشان باید تکمیل شود، باید پیش بره. برنامه های آبیاری باید به شدت تطبیق شود و تعداد زیادی از این کانال ها، سربند ها و بند های متوسط و کوچک ساخته شوند. توزیع تخم های بذری به شدت باید دوام بکنه، به خاطر که گندم به نیست یک نبات استراتژیک در محراق توجه وزارت زراعت قرار دارد. باغ های میوه که این حاصلات پرارزشی است در دنیا، ای باید به شدت توسعه پیدا بکنه در سراسر افغانستان. مسلخ ها کارش باید تا آخر سال آینده تکمیل شود در 5 ولایت افغانستان.
و همی قسم برنامه هایی که ما داریم برای توسعه کوپراتیف های زراعتی این باید به شدت پیش بره و در ضمنش فعالیت های دیگه. آقای برمن تشکر. برنامه سالهای آینده ما همونطور که وزیر زراعت هم گفت این برنامه از قبل طراحی شده برنامه است، یعنی برای سالهای متمادی کارشان ادامه پیدا میکنه، چون توسعه هم یک پروسه است، یک روند است، نیازمندی های مردم هم هنوز در دیهات افغانستان وجود داره. برنامه هم همبستگی ملی در سال آینده در ولسوالی ها و یا قریایی که مرحله دوم تا فعلا توسعه نیافته توسعه بیشتر خواهد یافت و در قریایی که اصلا تا فعلا برنامه همبستگی ملی نرفته با مساعد شدن شرایط امنی یا امنیتی انشاءالله در او قریه هم توسعه خواهد یافت. تر و دیزاین یک برنامه جدید آبرسانی است که برزش 100 میلیون دلار با بانک جانی و دونرهایی که وزارت انکشافیات کمک میکنن به شمول ایالات متحده آمریکا با اونا چیز آغاز شده و تا ماه می سال آینده سال 2014 کارش عملا آغاز خواهد شد. به همین ترتیب برنامه انکشاف منطقه‌ای ما هم امیدوار هستیم که تقریبا در حدود پیش بینی هستیم تا 30 تا 40 میلیون دلار که اگر به دست بریم اونم از طریق از هم شاید در حدود 400 تا 500 پروژه دیگه کارش آغاز شود. به این ترتیب گفتم میتونم که در برای سال آینده ما در حدود 10000 پروژه زیربنایی مختلف دیاتی یا روستایی را در برنامه خود داریم که با همی بودجه تقریبا 444 میلیونی که ما برنامه ریزی کردیم و پیش بینی کردیم این پروژه تطبیق شوه و طبعا قدم های جلوتر در توسعه و پیشرفت داد گذاشته شوه. سپاسگزارم. آقای انوری، ما یک برنامه یک پالیسی 30 ساله قبلا جور کرده بودیم که اعتبار از این سال شروع می شد، اما بنابر مشکلات های امنیتی و بیکاری و مخصوصا تبلیغاتی که به خاطر 2014 شد این قرار بود که این سال باید بیشتر از 100000 افغانای ما عودت بکنه، متاسفانه که در حدود 30000 عودت کردن که خب به هر صورت باز ما همین پالیسی خود ما پیش میبریم. ضرورت ها قبلا ترتیب شده، این ضرورت ها به 13 وزارتخانه سکتوری که قبلا به شما گفتیم برازی ها رسما ابلاغ شده و او حتما در برنامه اولویت های ملیشان گرفتن و ما آمادگی خود بر 400000 نفر در 3 سال آینده که 2 سال حال یک سال گذشته و 2 سال دیگه پیش رو داریم در این راستا روان است. سپاس دارم. آقای رحیمی، خیلی کوتاه یک نکته را میخوایم از شما بفهمم به عنوان وزیر بخشی که بیشترین مردم افغانستان در او بخش کار میکنن، مردم چرا نسبت به آینده باید امیدوار باشن؟ یعنی سربازان خارجی از افغانستان بیرون میشه، گفته میشه کمک ها کاهش پیدا میکنه، با وجود او هم چرا مردم باید امیدوار باشن؟ دو سکتور بسیار عمده در کنفرانس توکیو و کنفرانس کابل سر روی جو گپ زده شد، یکی زراعت و یکی معادن. زراعت سکتوری است که به سرعت میتونه انکشاف بکنه. کارهای اساسی تا حال انجام شده، تکمیل از یه تا 5 سال آینده بسیار خبرهای خوشی را برای مردم افغانستان خواهد داد. معادن همچنان سکتور خصوصی روی سکتور خصوصی استوار است. امیدواری مردم باید به این باشه که ولو کمک های نظامی در افغانستان پایین بیاید، اما کمک های اقتصادی کشورهای دوست پایین نخواهد آمد. سپاسگزار از آقایان محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری، وایس احمد برمک وزیر یام انکشاف دهات، جمایر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان. سپاسگزار از شما که تال بینیدی برای دیگر بودید. شما همچنان می توانید این برنامه را در تولونیوز.com صفحه برای دیگر بیننده باشه. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت. خدا نگهدار.